درود خدمت شما هم میهنان عزیز. برنامه ایران در حال گذار رو با هم دنبال میکنیم. ما در دو هفته اخیر راجع به زندانیان سیاسی در ایران صحبت کردیم و قرار بود که هفته پیش سرکار خانم شیوا محبوبی با ما باشن. مشکلی که بود این بود که در انگلستان ساعتها عوض شده بود، در امریکا نه، و ما اون مشکل رو پیدا کردیم، ولی امشب ایشون با ما هستن و خیلی خوشحالم. خانم خیلی خوش اومدید به برنامه. من یه شرحال ایشون رو هفته پیش براتون با هم مرور کردیم، ولی مجدداً به اطلاعاتون برسونم. ایشون متولد سال 1347 در ایران هستن، زندانی سیاسی سابقن که در سن 16 سالگی در سال 1984 به خاطر فعالیت‌های سیاسیشون، سیاسی ضد رژیم در ایران دستگیر شدند و پس از بیش از سه سال از سنین جوانی خودشون رو در زندان‌های رژیم گذراندند. پس از آزادی از زندان، شیوا مجدداً به فعالیت‌های خودش، آزادی خانه‌اش علیه رژیم ادامه میده و به خاطر اینکه در معرض خطر دستگیری و زندان مجدد قرار گرفته بود، در سال 1992 مجبور به ترک خاک ایران میشه و در ترکیه اقامت میگزینه. او قدری بیش از دو سال تا سال 94 در ترکیه اقامت داشت. طی این مدت او برای حقوق پایمال شده زنان ایران فعالیت میکنه، برای کسب حقوقشون عضو هیئت اجرایی فدراسیون پناهندگی ایرانیان در ترکیه میشه. بعد از دو سال او از ترکیه به کانادا میره و طی مدت 7 سال اقامت در کانادا، علاوه بر انجام وظایف خودش به عنوان سخنگوی کمیته دفاع از حقوق زنان در ایران، یکی از بانیان برگزاری روز جهانی زن در تورنتو کانادا در سال 1999 میشه. در سال 2001 شیوا مقیم انگلستان میشه. مدت 1 سال به عنوان مسئول روابط عمومی کمیته بین المللی علیه سنگسار انجام وظیفه میکنه. در انگلستان موفق میشه تحصیلات خودش رو در رشته روانکاوی به پایان برسونه. امروز علاوه بر فعالیت‌های سیاسی داوطلبانه در ارتباط با مراعات حقوق بشر و آزادی اساسی در ایران، به عنوان مشاور روان درمانی به بیمارانی که مشکلات روحی روانی دارند، قربانیان شکنجه و اذیت و آزار و به معتادین کمک رسانی میکنند. ایشون هم اکنون عضو شورای مرکزی سازمان مبارزه با تبعیض و سخنگو و هماهنگ کننده کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، عضو فعال سازمان دفاع از حقوق زنان در ایران و همچنین عضو کادر مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران هستند. بیشترین بخش فعالیت‌های کنونی ایشان مربوط به زندانیان سیاسی است. شیوا محبوبی برنامه‌ساز و مجری برنامه‌های تلویزیونی زندانیان سیاسی است که من دیدم و خیلی خیلی به تبریک میگم به ایشون. برنامه‌ها در اینترنت هست، حالا خودشون براتون توضیح میدم. فهمیدن که علاقه داشته باشید به این برنامه‌ها رو ببینید، میتونید برید به سایت شیوا محبوبی TV Programs. شیوا محبوبی TV Programs. خانم خیلی خوش اومدید به برنامه، خانم محبوبی، و خیلی خوشحالم که این بار با ما هستیم. منم سلام میکنم، سلام مجدد خدمت شما و بینندگانتون. ازتون قبل از همه چی خیلی تشکر میکنم که این چند برنامه رو اختصاص دادیم به زندانیان سیاسی. از شما بینندگانتون پوزش میخوام که هفته قبل به خاطر مسئله اختلاف ساعت نتونستم در خدمتتون باشم. در خدمتتون، بفرمایید. خب علاوه بر معرفی خیلی کوتاهی که مختصری که ازتون کردم، ممکن به طور مختصر به دوران‌های مختلف زندگیتون، به خصوص فعالیت‌های مبارزاتی و حقوق بشریتون در خارج از کشور خودتون بپردازین؟ بله، طبعا شما لطف کردین و نه کوتاه، بلکه خیلی به تفصیل در موردش صحبت کردین. من کلا زمانی که به هر حال شما عنوان کسی که تو زندان شکنجه شدین
و میخوان یه کاری در رابطه با اون وضعیت ایران بکنیم. در سن نوجوانی من همیشه میگم بهترین سالهای جوانی و یا نه جوانی، حتی نوجوانیتون رو میذاریم توی اون وضعیت و تو زندان یه جورای اون سالها رو از دست میدیم. برحال همیشه به فکر این هستیم که چی کار میشه کرد که صدای کسانی مثل خود من باشم. و به همین دلیل من هر جایی که بودم، چه در ترکیه که شما گفتیم، اونجا در رابطه با زنان و زندانی و ببخشید پناهندگان، مشخصا یکی از کارهایی که اونجا میکردیم کمک به کودکان پناهجو بود، در رابطه با یونیسف گرفتن کمک از یونیسف، پخش کردن در واقع کمک هایی در بین کودکانی که هیچی نداشتن تو اون وضعیت، و در این حال مذاکره با خود یو این در رابطه با کیس های پناهندگی. و در کانادا هم همونطور که شما فرمودید، من همه کارم در رابطه با زنان بود. مشخصا تونستیم اونجا در رابطه با سازمان های جهانی، کنگره سیاسی یا همون کنگره کار کانادا و سازمان های دیگه، یه مقدار خیلی زیادی آگاهگری کنیم در رابطه با وضعیت زنان ایران، حمایتشون رو جلب بکنیم. و در انگلستان هم برحال من همین رو ادامه دادم، و مشخصا من از سال 2010 خیلی مشخصا رو مسئله زندانیان سیاسی کار کردم و سخنگوی همین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بودم. و کلن برحال در کنار اون، شما وقتی نگاه میکنین هر کاری که بتونه به نوعی کمک کنه، من در زمینه حمایت از کمیته بین‌المللی علیه اعدام، مسئله پناهجویان و هر کار دیگه که در اون زمینه کار کردم، هر کمک در دستم بر اومده انجام دادم. اما به طور مشخص همونطور که گفتیم فعالیت میشم در رابطه با زندانیان سیاسی و بخشم زنان هستش. خانم محبوبی، در این سالهایی که مبارزه میکنید به خاطر زندانیان سیاسی در ایران برای آزادیشون، ایرانیان خارج از کشور، اولا میدونم که سازمان شما خیلی گسترده است و دیدم که توی اینترنت هم میهنانم میتونن ببینن و خانم توضیح میدن چگونه برید ببینید. در 34 شهر مختلف فعال هستید، شما سازمانتون فعال در 16 کشور گوناگون، توضیح خواهید داد. میخوام ببینم که ایرانیان خارج از کشور چه کمک هایی به سازمان شما کرده و چه حمایت هایی از شما میکنند. بله، طبعا دو بخش هستش. یه بخشش مسئله کمک های داوطلبانه و انسانی هستش که ما اصولا کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی نوعی که کار میکنه، برحال اینجوری نیست، هیچ شرط و شروطی برای کار، همون که شما برای زندانیان سیاسی باشین میتونید اون کمیته فعالیت بکنید. همطور که فرمودید در کشورهای مختلف خیلی ها همکاری میکنن، یا به صورت موردی یا به صورت دائم. برحال فعالین دائمی ما شاید بگم تعداد محدودتری هستن، اما ما پس کنین اگر قرار تظاهراتی در جای فراخوان داده بشه، همیشه میدونیم تو هر کشوری به چه کسانی مراجعه بکنیم، چرا که از قبل کار کردن، چرا که دنبال میکنن. و در نتیجه عضویت به اون معنی نداره، فعالیت با ما هستش. ما هر هفته روی اینترنت جلسات خود این کمیته رو داریم که هر کسی میتونه شرکت بکنه. اکثر ارتباط های ما از طریق کسانی هست که از طریق سایتمون، از طریق وبلاگمون میان و میبینن و تقاضا میکنن که میخوان کمک کنن. اولی چیزی که ازشون میپرسیم، فکر میکنین چی دوست داری، چه کمکی میتونیم بکنیم. خیلی ها در زمینه های مختلف، در زمینه کار ویدیو، در زمینه اطلاع رسانی، برگزاری تجمع، خیلی هاشون ارتباط های مختلفی با سازمان های جهانی دارن، خلاقیت های مختلف دارن که خیلی خیلی با ارزشه، چون این انسان ها به هر حال وقتشون رو داوطلبانه میان و در اختیار زندانیان سیاسی میذارن. از لحاظ مالی متاسفانه فکر میکنم این مشکلی خیلی از سازمان های دفاع از حقوق انسانی باش مواجه هستن. از لحاظ مالی ما طبعا از هیچ دولتی پولی نمیگیریم و اصولا بیشتر بر اساس
مخارج رو اساس خود داوطلب تعیین میشه، حق عضویت نمیگیریم و این شاید یه جنبه ضعیف ما هستش که از لحاظ مالی اگر امکانش رو داشته باشیم شاید قدرت بیشتری داشته باشیم، قدرت مانور بیشتر و کار بیشتری داشته باشیم و به همین دلیل شاید بگم در اون حدی که انتظار هست خب تعداد زیادی به صورت هزاران نفر نیومدن که با این کمیته کار بکنن و من فکر میکنم این یه چیزی که شاید بتونیم بهش بپردازیم که چرا کسانی که میلیون ها نفری از ایران فرار کردن واقعا از دست رژیم و روزانه این وضعیت وحشتناک رو میبینن هنوز به اون شکلی که باید میدونم سمپاتی دارن، دل میسوزونن، ولی به اون شکلی که باید میلیونی و هزاران نفر نیومدن تو خیابونا. اما ما کمکمون رو از عزیزان نمیگیریم، خیلی هاشون زندانی های سیاسی بودن یا مدتی در زندان های جمهوری اسلامی بودن و میخوان یه کاری بکنن. بارها ما مواجه میشیم با کسانی که یه ویدیویی از ما دیدن روی تلویزیون رو یا رو اینترنت و مراجعه میکنن میگن من بارها میخواستم یه کاری بکنم، دنبال یه جایی میگشتم بتونم نیرومو بذارم و حالا وقتی که 2 سال از اون موقع برمیگردیم میبینیم اون فرد یا اون نفراد از فعالین ما هستن که دل سوزانه، شاید باورتون نشه، و کسانی هستن که اولا ما همکارانی داریم که اصلا ایرانی نیستن، از روی اینترنت و یا تماسهای ما رو پیدا کردن کار میکنن. کسانی رو داریم که به اصطلاح خودمون نسل دوم هستن، خیلی کوچیک بودن اومدن کشورهای مختلف بزرگ شدن اینجا و دل سوزی که از این آدم ها واقعا میبینه که شبانه روزشون رو میذارن برای اینکه کار بکنن، ترجمه بکنن، اطلاع رسانی بکنن، واقعا تحسین برانگیزه. ضمن اینکه خانم صحبت میکردن، پیمان از اتاق فرمان خیلی قشنگ داشت از تو اینترنت فعالیت های سازمان شما رو نشون میداد. واقعا گسترده است. بهتون خیلی تبریک میگم. خانم بفرمایید. دختر من رخسان امشب با من هست و ازش خواهش میکنم اگه سوالی داره از شما بکنه. برام درودی دارم به شما خانم محبوبی و همچنین به هموطنانی که با ما هستن امشب. و برام این سوال پیش اومد وقتی گوش میکردم که این سازمان فراحزبی کار میکنه، درسته؟ یعنی لازم نیست که حتما جزو حزب کمونیست کارگری کسی باشه که به شما بپیونده، درسته؟ بله، منم سلام میکنم خدمت شما، خوشحالم از آشنایتون. من بله دقیقا اینجوریه. ببینید ما یه پرنسیبی داریم، شما نمیتونین از حقوق زندانیان سیاسی که از افکار و بحثا و یا حتی بعضا غیر سیاسی به اون معنی حزبی و سیاسی سازمانیش هستن دفاع بکنین و معتقد باشین همه باید یه جور فکر کنن. نه، ما کسانی رو داریم که از حزب کمونیست کارگری هستن، طرفدار سلطنت هستن، طرفدار بودا هستن، طرفدار هیچ حزبی نیستن، آتئیست هستن و یا مسلمون هستن. افراد مختلفی رو داریم که به طور واقعی میان و در این شرکت میکنن. هیچ گونه چیز حزبی وجود نداره چون که این خلاف اون پرنسیپ هست. یعنی برای ما حتی دفاع از زندانیان سیاسی رو تقسیم بندی نمی کنیم. ما با که از کسانی دفاع می کنیم شاید از لحاظ فکری نقطه مخالف خود من یا فعالین دیگه باشن، اما این رو در نظر نمی گیریم. یه نمونه براتون بیارم. یکی از این فعالینمون که دموکراسی طلب هستش صحبت میکرد و میگفت که یکی از زندانیانی که تو این همین لیست 70 و چند نفره داریم دفاع میکنیم میگفت ببین من یه زمانی فکر نمیکردم از چنین آدمی که مطلقا فکرشو قبول ندارم دفاع کنم، ولی متاسفانه یه جوری شده که باید به اینو بردارم و به این فکر کنم یه انسان داره شکنجه میشه. به همین دلیل حتی عضویت در خود این کمیته همونطور که شما فرمودین بله دقیقاً فراحزبیه و ما تلاش خیلی زیادی داریم این رو همینجوری نگه داریم. خانم محبوبی میتونید برای ما توضیح بدین که چطور شد که این تلویزیون اینترنتی که در سطح جهانی میدونم که میبیننش چطور تأسیس شد، چطور ازش استقبال شد و مثلا بودجهش هم که گفتین از طریق دوستانتون میاد و اینا، و برای ما بگین که چطور شد که رفتید دنبال این تلویزیون و چطور استقبالی شد از این تلویزیون؟ بله، طبعا این تلویزیون اینترنتی نیست، فقط ماهواره ای از طریق هاتبرد پخش میشه و رو به ایران و اروپا و کشورهای مختلف دنیا پخش میشه و در این حال هم طبعا فایل یوتیوبش رو همیشه روی اینترنت میزن و همزمان از روی اینترنت هم عزیزانی که به ماهواره دست دارن میتونن ببینن. حدودا به صورت 2 ساعت برنامه زنده هستش که عزیزان میتونن بیان رو خط صحبت بکنن در هفته در روز
این در واقع میتونه در هفته باشه، اما هر ماهی در واقع هر یه هفته در میون هستش، هر یه هفته در میون یه بار، یعنی که دو بار در ماه هستش. بود در واقع این رو از سال 2010 شروع کردیم، کانال جدید بودجهش رو میده، ما هیچ گونه مخارجی براش نمیدیم، البته برای تهیه ویدیو غیره از فعالین خودمون در کمیته درست میکنن کارهای فنی مختلفش، اما از لحاظ هزینه و همه اینها کانال جدید این رو مهیا میکنه و این رو در اختیار ما میذاره. علاوه بر اون دو ساعت ما یه برنامه نیم ساعته داریم که بحث رو غیر زنده هستش، اما با زندانیان سیاسی و فعالین تو این عرصه صحبت میکنه. خیلی مهم هستش، گفتین که چطور شده فکر افتادی، من فکر میکنم دیگه میدیا رسانه های مختلف از جمله رسانه های مثل توییتر و فیسبوک و غیره یه وسیله ارتباطیه، در حال همین جایی که صحبت میکنیم فقط خبر رسانی نیست، بلکه دست بردن تو قلب بشر، بگم که صحبت کردم با هزاران نفره که چی کار میشه کرد، فکرامون رو هم میذاریم و اون برنامه هم خوشبختانه تونسته ما رو به خیلی ها وصل بکنه. برخی هستن که حتی زندانیان قدیمی هستن، زندانیانی هستن که حتی مرخصی میگیرن میان بیرون، خانواده هاشون اینها رو میبینن و این حمایت رو از خودشون میبینن. در این حال برنامه ما شاید بگم تنها برنامه یکی کلن در طول این سه ساله صرفا به زندانیان سیاسی اختصاص داشته، چون فکر کردیم خیلی از رسانه ها در مورد زندانی سیاسی صحبت میکنن، ولی جای اون هستش که یک برنامه صرفا مال زندانیان سیاسی باشه و خوشبختانه تونستیم حالا این رو به کمک و ساپورت کانال جدید این رو ادامه بدیم. بسیار عالیه. خیلی من شخصا خیلی بهتون تبریک میگم. من برنامه ها رو روی اینترنت دیدم و سازمانی رو ندیدم به این طور فعال باشه که سازمان شما فعال هست در سطح وسیع، همونطور که گفتم 16 کشور در خارج از ایران و 30 شهر که من میبینم که افراد فعال هستن. دو سال پیش روز 5 نوامبر رو، یعنی در سال 2011 روز 5 نوامبر، سازمان شما در حمایت از آزادی کارگران زندانی در ایران مراسم گسترده ای رو همونطور که گفتم در 16 کشور جمعاً 34 شهر مختلف برگزار کرد. ممکنه راجع به تأثیر این مراسم در داخل و خارج کشور توضیحی بدین؟ آیا بعد از اون تاریخ مراسم مشابه دیگری رو برگزار کردید؟ یا اینکه در پیش دارید مراسم دیگری؟ بله اشاره کردیم به 5 نوامبر، همین روز دفاع از کارگران. این در واقع در همراه بود با کمپین دیگه که در رابطه با کارگران زندانی فعالیت میکنن، کمپین دفاع از کمپین برای آزادی کارگران زندانی، که ما معمولا خیلی از برنامه هامون و تلاشمون اینه یه بخشی از این که از زندانیان سیاسی دفاع میکنیم، یه بخشش اینه بتونیم با کمپین رو و سازمان های دیگه کار بکنیم که بتونیم نیرومون رو هم بذاریم. این مشخصا این رو هم به همین شکل بود، با یک کمپین دیگه ای بود. بله تاثیر خیلی زیادی داره. خوشبختانه وقتی که شما در فرض کنین 34 شهر دنیا دارین برنامه میذارین، یعنی در 34 شهر دنیا با میلیون ها نفر دارین صحبت میکنین، تأثیر زیادی داره برای آگاهگری در رابطه با کارگران زندانی. یه نمونه براتون بیارم، من خودم تو اون موقع در لندن برنامه بود و یکی عکسای مختلف کارگران زندانی رو گذاشته بودیم، یه خانمی به ما مراجعه کرد، اتفاقا در همون زمان تو هایت پارک لندن همون جام یک همین TUC یا همون سازمان به اصطلاح اتحادیه بزرگ که تمام اتحادیه های انگلستان رو در بر میگیره، یک تظاهرات خیلی بزرگ داشت و جالب بود این خانم اومد به من گفت که این عکس ها کی هستن، این عکس ها رو چرا، چه خبره، چرا تظاهرات داشتین؟ بعد خیلی جالب بود، گفتم ببینید شما حالا اومدین تو این تظاهرات اتحادیه اینجا شرکت کنید، این آدم ها رضا شهابی و یا زندانیان دیگر رو دقیقا به همین دلیل تو زندان انداختن، به خود اینکه مثل شما اومدن تو تظاهرات شرکت کنن، گناهشون فقط این هستش، حق خودشون رو خواستن. منظورم اینه و کلا یه مسئله که در رابطه با کارگران زندانی هستش، خود کمپین برای آزادی کارگران زندانی خیلی روی این مسئله کار کرده که ما همیشه حمایت کردیم این کمپین رو، و طوری شده که حالا فرض کنین اتحادیه‌های خیلی بزرگ
فرض کنیم برای اوساندو اون موقع کمپین گذاشته بودن، حالا برای رضا شهابی کمپین گذاشتن و طوری شده این تظاهرات ها از جمله تظاهرات 34 شهره که یکی از اونها هستش و فعالیت دائمی که در رابطه با اتحادیه و غیره هستش کاری کرده که فراموش نکنن که کارگران زندانی در زندان هستن، کسانی هستن که نوناور واقعا خونواده هاشون هستن و در بدترین شرایط قرار دارن و در نتیجه وقتی که یکی از تأثیراتش اینه که وقتی که ابراهیم بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی پسرش 13 سالش سرطان خون گرفت، این رو مراجعه کردن به سازمان عفو بین الملل و جاهای دیگه و تونستن کمک بزرگ و سپورت زیادی برای ایشون فراهم کنن. در حال اینها زمین ساز هستش که یک همبستگی بین المللی رو تشکیل بده به معنی. در قبل از اینم یه بار دیگه یه روز جهانی دفاع از کارگران بود که اتحادیه‌های مختلف در کشورها اومدن و اونها از سخنران ها برگزار کنندگانشون بودن که این در سطح خودش واقعا خیلی جالب هستش. خب خانم محبوبی، یکی از کارزارهای بزرگی که الان دارین روش کار میکنین که پیمانم پوسترش رو گذاشت، نگذارید قلبشون از تپش بیستن، Don't let their heart beat stop، که برای زندانیان سیاستی عقیدتی که محرومن از دارو، میشه لطفاً یه ذره برای ما در برای این کمپینتون صحبت بکنین؟ من اگه خدمتتون شما و بینندگانتون این رو بگم که ما مرتباً، چون مرتباً در رابطه با زندان اخبار به دستمون میرسه، گزارشات اینها رو ما مرتباً میگرده، این برمیگرده به چند سال پیش هم که زندانیان مریض هستن بهشون دارو درمان داده نمیشه. برای مثال ما شروع کردیم با زندان رجای شهر، از اون موقع که ما رتبه ما تماس گرفته میشد که چه وضعیتی از لحاظ دارویی و درمانی هستش، نمیبرنشون به هیچ عنوان به بیمارستان بیرون و یا اگر قرار ملاقاتی از دیگر متخصص میخوان براشون میگیرن به خانوادهشون میگن فرض کنیم این قرار رو بگیریم، خانواده با هزار بدبختی و گرونی این کار رو میکنه، وقتی به زندان میفرسته زندان هیچ گونه تأثیر اثری نمیده. از زندان مرتباً این خبرات، این وضعیت ها، این که میبرنشون بیرون برای بیمارستان، حتی وقتی میبرن کاملا لختشون میکنن، بدنشون رو بگردن، ولی اینقدر تحقیرآمیز این کار رو میکنن که زندانی وقتی برمیگرده میگه حاضر نیستم حتی دارو درمان نمیخوام، این تحقیر رو نمیخوام به جون بخرم. به تخت بیمارستان وقتی میبرنشون با زنجیر پاشون میبندن و مرتبا اینها رو میگرفتیم، تا اینکه ما در سال 2012 با اتحادیه اروپا ملاقاتی داشتیم به گزارش خیلی مفصلی از محروم بودن زندانیان از دارو و درمان به اونها ارائه دادیم و بعد از اون این رو ارائه دادیم، شروع کردیم جمع‌آوری گزارش ها و احتمالا خودتون کردیم در جریان هستیم، اخبار این که زندانیان سیاسی محروم هستن از دارو و درمان جزء اخبار روزانه شده متاسفانه و به علاوه مرتبا ما این گزارش ها رو میگرفتیم از زندان های دیگه همچنین. به همین دلیل ما به این فکر افتادیم که جای این خالی هستش که یک کمپین و یک کارزار فشرده در این رابطه قرار داده بشه. زندانی ها از زندان ها می نوشتن که چرا کسی صدای ما رو نمی شنوه، واقعا اینجا دیگه کاری کردن که مرگ تدریجی رو اینجا حاکم کردن. بنابراین ما شروع کردیم، اعلام کردیم که یک کمپین دو ماهه، با یک کمپین دو ماهه شروع می کنیم، طبعا بعد از این دو ماه تموم نمی شه، که اعلام کردیم از 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام برابر با 18 مهر ماه تا 10 دسامبر روز حقوق بشر که برابر با 19 آذر ماه هستش، گفتیم به صورت دو ماه ابتدا یک لیست 70 نفره از زندانیان رو جمع‌آوری کردیم با وضعیت روحی روانی جسمیشون و شروع کردیم از روز 10 اکتبر تا حالا که تقریبا داره میشه یه ماه، هر روز یه اسم یک زندانی، عکسش، شرح حالش به انگلیسی و فارسی روی سایت های مختلف گذاشته میشه و این مسئله باعث شد که اتفاقا توجه خود زندانیان سیاسی رو بیشتر جلب کنه. در حال حاضر تا حالا 2 نامه از طرف خود زندان از بند 350 زندان اوین و رجای شهر، فکر کنم 25 نفر از رجای شهر و 47 نفر از زندان اوین نامه فرستادن، حمایت کردن از این کارزار و از مردم خواستن در این رابطه یک کاری بکنن. با تشکر از پیمان، ضمن اینکه شما صحبت میکنید خیلی قشنگ داره نشون میده فعالیت های سازمان شما رو در این زمینه، خواهش میکنم بفرمایید. منم خیلی تشکر میکنم چون این خیلی
برای بینندگان عزیزمون ملموسش میکنه این مسئله رو و میبینن که به حال با عکسای زندانیان سیاسی و کسانی که اونجا هستن. من راستش من به این مسئله دوباره برمیگردم و این توضیح بیشتری میدم در رابطه با وضعیت خود زندانیان سیاسی و وضعیت جسمیشون. برحال من چیزی که میخوام بگم، بعد از اون با ما تماس گرفته شد، چه از داخل زندان چه از طریق خانواده ها، و تعداد تقریبا حالا روی سایت لیست شرط بود تقریبا 86 نفره. این به این معنی نیست که 86 نفر فقط مشکل داروی درمانی دارن، صدها نفر. این ما با این 86 نفر شروع کردیم و در این حال یه کاری که امیدواریم بکنیم در پرتو این مسئله زندانیان سیاسی محروم بودنشون از دارو و درمان و در پرتو این کارزار نگذارید قلبشان از سطحش باز ایستد، امیدواریم بتونیم وضعیت هزاران زندانی غیر سیاسی به اسمی که هست یا مواد مخدر و غیر دستگیر شدن مطرح کنیم، به خاطر اینکه طبق گزارشی که به ما رسیده فصل کنیم در ندامتگاه کرج هفتگی یک یا دو نفر از این زندانیان میمیرند و از سلولا میارنشون بیرون. در بندر عباس طبق گزارشی که تو اخبار بود در واقع هر هفته دو یا سه نفر از این زندانیانی که به خاطر مواد مخدر و غیره دستگیر شدن میمیرن و سلولا میارنشون بیرون. هیچ کی خبر نداره و این واقعا بلبه هر انسانی رو به درد میاره. به همین دلیل در این حال ما تلاشمون اینه که میتونیم این رو نشون بدیم که محروم کردن زندانی از دارو و درمان مساوی اعدام هستش، هیچ فرقی نداره، چرا که جمهوری اسلامی حالا میدونه که هر اعدامی که میکنه، شما خودتون توجه کردین هفته گذشته چند نفر رو اعدام کردن و در شهرهای مختلف ایران تظاهرات بود، شنبه همین شنبه قراره در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی تظاهرات باشه، میدونه این کار میکنه و میاد خیلی زیرکانه این رو دقیقا از 3 سال پیش شروع کرد. من خودم زمانی که تو زندان بودم بارها از دارو محروم بودم، قارچ پوستی داشتم، عفونت داشتم، بهم دارو نمیدادن، ولی اون موقع به عنوان متد شکنجه بود اما خیلی سیستماتیک نبود. از 3 سال قبل اینو شروع کردن، خیلی سیستماتیک این کارو کردن و به عنوان اینکه ما اسمشو گذاشتیم قتل خاموش، قطعای خاموشی که زندانی رو میکشه بدون اینکه صداش در بیاد، بدون اینکه بخواد مواجه باشه با اعتراضات جهانی، و خیلی راحت زندانی رو سلب نیست میکنه. به هر حال یک به نظر من یک کمپین فوق العاده مهم هستش که ما باید این رو تو دنیا جا بندازیم، این رو تو مجامع بین المللی جا بندازیم. صرفا فقط این نیست زندانی سرماخوردگی داره دارو بهش نمیدن یا قرص سردرد نمیدن، زندانیایی داریم که سرطان دارن، قده های مختلف دارن، مریضی های وحشتناک روزی دوانی دارن. رضا شهابی در نامه که فرستاده بود گفته بود که از شدت دردی که داره تنها چیزی که مرتب دارن بهش میدن مورفین هستش، طوری که واقعا معتادش کردن به مورفین. خب شما تصور کنید نسلی از آزادی خانه دارن اینجوری از بین میبرن. من آقای گنجیه ببخشید، من یه سوال ازم کردیم در مورد 5 نوامبر، من فراموش کردم ببخشید. گفتیم که یه برنامه‌های دیگه‌ای داشتیم، من اینجا خدمتتون بگم ما در واقع روز 20 ژوئن روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی که ما اون رو 2010 اعلام کردیم، سال 2011 در 50 شهر دنیا تظاهرات داشتیم. 50 شهر دنیا بله، در واقع این 50 شهر دنیا فقط ما نبودیم که برگزارش کردیم، حدود فکر میکنم 40 یا 51 کلن سازمان و اشخاص مختلف و اینا حمایت کرده بودن و ما گفتیم هر کسی برای زندانی سیاسی یه روز رو انتخاب میکنیم بیا تو خیابونا، که از سال 2010 که اعلام کردیم این رو، 2011 در 50 شهر دنیا، سال 2012 در 29 شهر دنیا و 2013 در 13 شهر تو هر فرمت‌های مختلف از جمله کنسرت و سمینار و غیره برگزار شده. این رو ببخشید من فراموش کردم خدمتتون بگم. من صحبت زیاده، لطفا حتما صحبتم رو قطع کنین چون اینقدر صحبت زیاده نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم. نه خیلی جالبه برای همین همان که اینا رو بدونن. چطور خبراتون رو میگیرین؟ اطلاعاتتون رو درباره زندانیان و در وضعیت داخل زندان اینا چطور؟ از طریق فامیلا با شما در